گفت تو محاصره بودیم، داعشی‌ها اومدن جلو، سردار سلیمانی داشت تو دوربین نگاه میکرد. میگفتم آقا این دوربین که حالا اونقدر قوی نیستش که اونا رو ببینی که. فرمود چرا نمیبینم، من تا کربلا رو دارم میبینم، من تو این دوربین کربلا دارم میبینم، کربلای اون سال رو دارم میبینم، اینجا کربلاست. میگفت حالا من نمیدونم، این داشت شوخی میکنه، جدی میگه. بعد عملیات رو طراحی کرد، گفت اینجوری عمل میکنیم، از محاصره در میاییم، اینا رو نابود میکنیم. میگفت کسی باورش نمیشد. لازم ما نگران خود سردارم بودیم که الان بین ما تو این محاصره چیکار بخواد بکنه. میگه بعدش رها کرد ما رو، گفت صبر کنید من الان میام عملیات رو شروع کنیم. سر به سجده گذاشت، نیم ساعت سر به سجده گذاشت، ناله میزد. آه مضطر شدی عزیز دلم، و تو همیشه مضطر در خانه ما هستی، تو را میشناسیم. در روایت هست هر کی بلا سرش اومد، اومد صدا زد، خدا میفرماید ملائکه قبلن هم اومده، بلا نبوده هم اومده، تو خونش هم بود اومده. آقا این سردار تو خونش هم بود، شبها اینجوری نیم ساعت سر به سجده گریه میکرد، او اضطرار رو میدی. میفرماید خب من جوابشو میدم. حالا عاشق اهل بیت شدن چگونه است؟ در صلوات شعبانی عجب جملاتی داره، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره. شما اهل بیت کشتی های نجاتی هستید، فی اللجج الغامره. لجج الغامره یعنی دریای پهناوری که طوفانیه و غرق کننده است. من توی همچین صحنه هایی گیر کردم که آدم دیگه ساحل رو نمیبینه، غروب میشه، تاریک میشه و دریا طوفان زده میشه. واقعا هولناکه، گلوله بزنن سر آدم بخوام بزنن راحت تره. این که این مثال در قرآن زده میشه بی جهت نیست، خیلی صحنه هولناکی میشه. میفرماید شما الفلک الجاریه هستید فی لجج الغامره. حالا عاشق شدن چجوریه؟ لجج الغامره رو ببین. غامره یعنی چی؟ غرق کننده و نابود کننده، طوفانهاش از بین میبره انسان رو. شما کشتی نجات در دریای طوفان زده بی ساحل نابود کننده هستید. توی همچی شرایطی، بد بودن شرایط رو ببین، کشتی نجات میاد سراغت. یه جوری تو داری حجت ابن الحسن العسکری رو صدا میزنی که آقا میبینه که تو دیگه هیچ راه نجاتی جز او نداری، سراغت میاد، دست تو میگیره، عاشقش میشی. شما کشتی نجات در دریای طوفان زده بی ساحل نابود کننده هستید.